والله که دیگر صبرم تمام شده. من هر حجتی میآورم و التماس میکنم، شما دلیلی اقامه میکنید و از قبول مسئولیت سر باز میزنید. آخر چگونه بگویم این جماعت به شبانی چون شما نیازمندند. والله که این مسئله شایسته شماست. شما باید عنان خلافت را به دست بگیرید و مؤمنین را به سوی خیر و صلاح دنیا و آخرت رهنمون باشید. چشم و امید این مردم به شماست. ما همه به فضل و رحمت پروردگار عالم امیدواریم و از او استعانت می‌جوییم. من از خلافت روی گردانم و در آن خیری نمی‌بینم. بسیار خوب پسرم اوی عزیز، حال که در رأی خود مصمم هستید دیگر اصرار نمی‌کنم. اما من هم نمی‌توانم از آینده خلافت چشم بپوشم. پس باید ولیعهد من باشید تا اگر نه در حیاتم لااقل پس از مرگ به آرزوی خود برسم. ای مأمون، قسم به خدا که پدرم از پدرانش و آنان از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و او از رسول خدا روایت کرد که من پیش از تو از دنیا خواهم رفت و با زهر کشته خواهم شد و مظلوم خواهم مرد. آن روز فرشتگان آسمان و زمین بر من گریه خواهند کرد و در سرزمینی قریب به خاک سپرده خواهم شد. یا ابن رسول الله، کیست که بتواند شما را بکشد؟ من زنده باشم و چشم زخمی به شما برسد؟ اگر بخواهم میتوانم بگویم چه کسی مرا خواهد کشت. شما با گفتن این سخن قصد دارید که از قبول ولایت عهدی سر بتابید و خواهش مرا رد کنید تا خود را در نظر مردم زاهد و عابد جلوه دهید و چنین وانمود کنید که نسبت به دنیا بی اعتنایید. والله از آن روزی که خدای عزوجل مرا آفرید هرگز سخن دروغ نگفتم و برای کسب دنیا از دنیا کناره نگرفتم. اما میدانم تو چه میخوایی. چه میخواهم؟ مقصود تو از برگزیدن من به ولایت عهدیان است تا مردم بگویند که علی ابن موسی رغبت خیش از دنیا بر نگرفت و از آن وارسته نشد، بلکه این دنیا بود که از او کناره گرفت و رمید. آیا نمی بینید چگونه در طمع خلافت مقام ولایت عهدی را پذیرفت؟ ای پسر رسول خدا، این چه خنجری است که بر دلم می زنید؟ شما از قهر و سطوت من در امانید. به همین جهت کلامتان را چون تیر زهراگین بر قلبم می نشانید. همه می دانند که اگر کسی دیگری با من این گونه سخن گفته بود لحظه ای امانش نمی دادم. ولی در مقابل شما که احترام به مقام و منزلتتان را برخیشتن مقدم می شمارم، دم فرو می بندم و سر فرود می آورم. من شما را دوست دارم و به این دوستی مباهات می کنم. اما به جهت همون خلافتی که شما از پذیرش آن سر باز زدید، مسلمانان را به گردن من حقی است و مرا در مقابل ایشان وظیفه‌ای. حال که خلافت را نمیپذیرید، ناگزیر باید که ولیعهد من باشید. یا میپذیرید یا به همان راهی میروم که پدرانم رفتند، به همان راهی میروم که هارون رفت و شما را به همان سرنوشتی دچار میسازم که پدرتان موسی بن جعفر دچار شد. و البته من این بار در مقابل خدای خود حجتی تمام و کمال دارم و عرض میکنم بار الله، این من بودم که از طرف پسر رسول تو مورد ظلم واقع شدم و تو خود میدانی که چه کردم و در نهایت جز این هیچ چاره ای نداشتم. والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون. بالاخره چه شد؟ هنوز نپذیرفته است؟ چرا؟ پذیرفت، ولایت عهدی را قبول کرد. پذیرفت؟ باور نمی کنم. باور کن، به زودی مراسم باشکوهی برپا خواهد شد. آنچه بر شما رواست و بدان مأمورید وسیع‌تر از چیزی است که شما را از آن باز داشتند و آنچه بر شما حلال است بیش از چیزی است که بر شما حرام کردند. پس
آنچه را اندک است به خاطر آنچه بسیار است واگذارید. امر، چه اتفاقی افتاده؟ از من ایشان و آنچه را بر شما تنگ گرفتند به خاطر آنچه بر شما فراخ کردند به جا میارید. روزی شما ضمانت شده و شما مأمور به کردارید، پس مبادا خواستن آنچه برایتان ضمانت شده مهمتر از کاری باشد که بر عهده دارید. از ناگهان رسیدن اجل بترسید که امید بازگشت عمر رفته چون روزی از دست شده نیست. پس چنان که باید ترس از خدا پیش گیرید و جز بر مسلمانی نمیرید. یا ابن رسول الله سوالی دارم. بشین بشین. بگذارید سخن بگوید. اجازه دهید که پیش بیایم تا همه مرا ببینند و سخنم را بشنوند. بیا برادر بیا. میبینی که همه منتظرند. سوال من این است، تو که خود را پسر پیغمبر میدانی و چنین سخنان زیبایی را به گوش این جماعت میخوانی، مردم را از دل بستن به این دنیا برحذر میداری و پیوسته از آخرت میگویی و عذاب دوزخ را یادآور میشوی، چگونه از شهر و دیار خیش جدا شدی و به مرو آمدی و ولایت عهدی این خاندان ظلم و ستم را پذیرفتی؟ حقیقتاً طالب جواب هستی؟ به خدا که جز این هیچ نمیخواهم. من از راه دور آمدم و به عواقب چنین سخنی در چنین مکانی آن هم در حضور این جماعت آگاهم، ولی چاره‌ای ندارم و میخواهم جواب سؤال خیش را از زبان خودت بشنوم و مطمئنم که پاسخ قانع کننده‌ای نخواهی داشت. پس به خاطر همین اطمینان است که از پیش مرا محکوم کرده ای و خنجری را در آستین خیش پنهان ساخته ای. بیستی کس که چون این سؤالی در ذهن دارد و طالب شنیدن جواب خیشه است همراه من بیاید. دیدی ابوالحسن چه کرد؟ آره دیدم. امر، تو؟ این مرد قصد داشت ابوالحسن را به قتل برساند. برید کنار. هی
ابوالحسن دستور داد این مرد را به تو بسپارند و حفاظت از جان او را از تو بخواه. من؟ فرمود به امر بگو او باید به سلامت از قصر خارج شود. این مرد را به سلامت از دروازه خارج کنید. بروید. صبر کن. سؤالی دارم. میخواهم بدانم ابوالحسن در پاسخ سؤالت چه گفت؟ تو از دوستداران ابوالحسنی؟ نه نیستم. گفت سخنان ما امانتی است که به تو سپرده‌ایم، آن را ضایع مکن و به اهلش بسپار. بسیار خوب، فهمیدم چه گفتی. حال برو. ولی از نظر من تو اهلیت این امانت را داری، بنابراین میتوانم بگویم که آمد چه بود. فرمود: مرا به اکراه از مدینه تا مرو آوردند و به اجبار این سمت را بر عهده من نهادند. اما مگر نه اینکه یوسف علیه السلام که پیامبری معصوم بود از عزیز مصر خواست تا او را به خزانه داری خیش منصوب. او خواست و من نخواستم، او نبی بود و من وصیم، و مأمون نیز نه چون عزیز مصر است که او مشرک بود و این شهادتین بر زبان دارد. سپس فرمود: اگر صبر کنی خواهی دید که کار ما به سرانجام نمی رسد.